خوش میاد حال روز ایکس باکس این روزا اصلا خوب نیست میپرسی چرا؟ باید این ویدیو رو تا آخر ببینی که بفهمی چرا. پس ببیزه جده تا بازی مونه خوش میدی. با من هنوز درگیر بازی هیلو هم و الانم وسط های هیلو ریچ هم. اما توی هفته پیش یه اتفاق خیلی جالب برام افتاد. توی یه روز تقریبا معمولی یه ایمیل برام اومد از طرف سازنده های بازی بالدرگیت 3. اونا به هم کد بازی رو پیشنهاد داده بودن، این در حالیه که من اصلا باشون ارتباط نگرفته بودم و اونا خودشون کال منو پیدا کرده بودن. آقا حسم میگه یه ایرانی که ویدیوهای منم از غذا نگاه میکنه توی استدیوشون داره کار میکنه. آقا من بالدرگیت 3 رو دانلود کردم، حالا کاری ندارم که این بازی 100 گیگه. سوال اصلی من اینه که چجوری باید بازیش کنم؟ آقا من هرچی ویدیوی آموزشی دیدم، گاید دیدم، هیچی دستم رو نگرفت. بالدرگیت 3 یعنی یه مدل RPG به اسم دراگون اند دانجن. ما که آخرش نفهمیدیم چجوری باید بازیش کنیم. اگه شما میدونید جان من یه راهنمایی بکنین، چون شک ندارم این بازی فوق‌العاده است که بعد از درکش بدون شک ساعت‌ها باش حال می‌کنم. بریم سر وقت بازی که بعد از مدت ها پر پی و پیمون شدن. مهمترین بازی بدون شک تیکن 8ه. فکر میکنم تیکن پرطرفدارترین بازی فایتینگ توی ایرانه. حالا درسته یه عده معتقدن مورتال کمبت طرفدارش بیشتره، ولی تیکن بازها از نظر من خدای بیشترن دیگه. به هر حال تیکن 8 یه هفته پیش رو داره میاد. خبر خوبم برای جامعه PC بازی ایران اینه که بازی قبل از عرضه رسمی به طور کامل کرک شده. واقعا این کرک بازی داره به یه جای عجیب غریب کشیده میشه. لعنتیا، خب بذارید بازی بیاد بعد کرکش کنین. حالا ما گفتیم کرکی توی ایران بازی کنید اشکالی نداره، ولی در این حد آخه. یه هیت دیگه هم توی هفته گذشته داشتیم، اونم بازی ولد پاده. خب همونطوری که پیش بینی هم میکردم اصلا این بازی توی کامیونیتی گیم ایران دیده نشده، چون این بازی یه جورایی کلون از بازی فوق العاده محبوب پوگی منه. الان از 10 تا گیمر ایرانی در مورد پوگی من بپرسین، 9 تاشون اصلا نمیدونن پوگی من یه بازیه. اون یه دونه هم که این میدونه احتمالاً با دیجیمون اشتباه میگیرتش. این بازی رکورد فروش در استیم رو شکونده و خیلی ها احتمالاً میدونن که صنعت گیم احتمالاً شاهد اتفاق جدید در حد فورتنایته. حالا باید صبر بکنیم ببینیم که این هایپ ایجاد شده تا کجا ادامه پیدا میکنه. اگر ایکس باکس هم دارید این بازی رو میتونید با سرویس گیم پس تجربه کنید. و حالا یه خبر خوبم برای PC گیمرها میخوام بگم. بازی هورایزن فوربیدن وست به صورت رسمی برای PC تایید شد و دقیقاً اول فروردین هم عرضه میشه. اگه واقعاً دنبال یه ایدی باحال برای خودتون یا کسایی که دوستش دارین هستین، شک نکنید هورایزن فوربیدن وست رو تجربه کنید. خیلی خوبه این بازی، فقط باید تجربهش کنید تا درکش کنید. دوستان ژاپنی باز هم برن این هفته حالش رو ببرن، چون داره یه یاکوزاگی جدید میاد. آقا ما که آخر نتونستیم با این بازی‌های یاکوزا ارتباط بگیره، اما اونایی که بازیش کردن خیلی تعریفش رو پیش ما کردن. تجربهش کنید، انشالله که حالش رو میبرید. آقا توی هفته گذشته یه اتفاقی افتاد که واقعا قلبم گرفت. یادتونه چند سال پیش اسکین کریتوس برای فورتنایت اومد؟ بعد توی یوتیوب پر شد از رقص کریتوس و کلی اتفاقات دیگه. اصلا به نظر من بعد از حضور کریتوس در فورتنایت، کریتوس دیگه اون کریتوس سابق نشد. خب حدش ریخت آقا. الان من هر دفعه که کریتوس رو میبینم اولین چیزی که یادم میاد رقص ویکتوری کریتوسه. حالا توی هفته پیش اعلام شد که شخصیت های متال گیر هم میخواد پاشون به دنیای فورتنایت باز بشه. آقا نکنین تو رو خدا این کارو. بیگ باس یه عمری صورتش رو با سیلی سرخ نگه داشته، آخه یه مش دلار چه ارزشی داره که میخواد اسنیک رو وادار کنید که بیاد و میمون بازی در بیارید؟ چی بگم، خدا کنه این اسکین ها رو کوجیما نبینه، وگرنه کمر استاد تا آخر عمرش دیگه صاف نمیشه. منم سرگشته ی حیرانت ای دوست. و اما تو هفته گذشته یه خبر جالب دیگه هم اومد، اونم یه جورایی تایید ساخت ریمیک اساسین 4ه. واقعا این تصمیم ما توسط کی داره گرفته میشه؟ الان واقعا کسی هست دلش بخواد اساسین 4 ریمیک بازی کنه؟ اصلا اساسین 4 مگه چشه؟ شما میخواید ریمیکش کنید ها؟
آقا خدا بگم چیکار کنه اون کسی که این ریمیک کردن رو باب کرد توی صنعت گیم. مثلا الان خود من پول دارم ریمیک لستافاس 2 رو برای پلی استیشن 5 خریدم. الان من یک هفته است دارم میگردم ببینم این بازی با نسخه ای که روی پلی استیشن 4 اومده چه فرقی داره. مدل اون رو به مود سوروایور بازی خوش کرده بودیم، این مودم که به شدت غیر بالانسه. نمیدونم حالا من نمیتونم بازیش کنم یا کلا این مود مشکل داره. یک سری اساسین 4 داره ریمیک میشه، حالا توسط کی؟ یوبیسافت سنگاپور. به به، پرچم بالاست. رو همین حساب من به یوبیسافت سنگاپور ایمیل زدم تا ببینم اگه بشه من حضوراً به استدیوشون برم و یه ویدیوی باحال از داخل استدیو براتون تهیه کنم. به یه نتایجی هم رسیدم، پس منتظر باشید که اگه این ایده عملی بشه باید بزنید آقا ویدیو رو بتره کوریدا. گوش به زنگ باشین، منتظر زنگ اون زنگوله یه نوتیفیکیشن هم باشین که اگه نزدینش دیگه ویدیو رو از دست دادید دیگه. و حالا رسیدیم به خبر اصلی که شما به خاطرش روی ویدیو کلیک کردید. هر روز که داره میگذره خبرهای ناامید کننده تری داره از سمت ایکس باکس به گوش میرسه. تمرکز بیش از حد مایکروسافت روی سرویس گیم پاس و خرید استدیوهای مختلف در نگاه اول شاید هیجان انگیز به نظر برسه، ولی واقعیت اینه که مایکروسافت داره یواش یواش نیرو و انرژیشو از برند ایکس باکس خارج میکنه. این یعنی در آینده نچندان دور ما فقط گیم پاس خواهیم داشت و دیگه ایکس باکسی وجود نخواهد داشت. در تازه ترین خبر هفته گذشته بود که مایکروسافت بیش از 2000 نفر از نیروهاش که در زمینه ایکس باکس کار میکردن رو اخراج کرده. الان ممکنه پلی‌استیشن فن‌ها حال کنن، بگن ایول سونی پوز ایکس باکس رو به خاک مالیده. دوست من همیشه بدون، رقابت بین این کمپانی‌ها همیشه به نفع من و توی گیمره. رقابت بیشتر یعنی کنسول و سرویس بهتر و ارزان‌تر. نبودن رقیب نتیجهش میشه پراید و پژو 405 که با قیمت کذایی به فروش میرسن و مردم هم براش صف میکشن. هدف کنسول ایکس باکس به هیچ وجه به نفع منوش توی گیمر نیست و اگه خدایی نکرده این اتفاق بیفته خودتو برای پلی‌استیشن 6 هزار یا 2000 دلاری آماده کن. رقیب نداره دیگه، هر قیمتی که بده مجبوری بخری. خب اینم از ویدیو امروز، شما چی فکر میکنید؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسین و لایک هم فراموش نشه. و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.